یک هیئت بلندپایه قزاقستانی به کابل آمده و با مقامهای امارت اسلامی روی گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور گفتگو کرده است. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرا از هیئت قزاقستانی خواسته است که برای بهتر شدن روابط دو کشور دیپلمات‌های امارت اسلامی را بپذیرند. وزارت صنعت و تجارت هم میگوید که در این دیدار دو طرف بر بلند رفتن میزان تجارت بین دو کشور تا 3 میلیارد دلار آمریکایی در سال، ایجاد زیرساخت‌های ترانسپورتی، خط آهن، اتصال منطقوی و سرمایه گذاری روی منابع معدنی افغانستان تاکید کردند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه نیز در دیدار با این هیئت گفته است که افغانستان سیاست خارجی اقتصاد محور دارد و اتصال منطقه‌ای از طریق تجارت و ترانزیت از اولویت‌های سیاست خارجی افغانستان است. سفر یک هیئت بلندپایه قزاقستان به کابل. در رأس این هیئت معاون صدراعظم و وزیر تجارت و همگرایی جمهوری قزاقستان قرار دارد. او را شماره سرمایه گذاران قزاقی هم همراهی می کنند. هدف این سفر گسترش همکاری های تجارتی میان افغانستان و قزاقستان است. وزارت صنعت و تجارت می گوید که هیئت های دو طرف در نشست هایشان روی بلند رفتن میزان تجارت بین دو کشور تا 3 میلیارد دلار آمریکایی، ایجاد زیرساخت های ترانسپورتی، خط آهن، اتصال منطقوی و سرمایه گذاری روی منابع معدنی افغانستان تاکید کرده اند. دغه ورونه یا دغه اشخاص او افراد چې یاد خارجي سرمایه گذاران دي راغلي د چین نه یا د روس نه یا حتی یو تعداد د امریکان هم راغلي موږ ورسره ملاقاتونه کړي د دولت سره کېناستلي دي دوی خپل پروپوزلونه تر اوسه پورې نه دي راوړي دوی فقط وایي چې موږ دا کار کوو په دې ارتباط سرمایه گذاری کوو این هیئت همچنان با سرپرست وزارت خارجه هم دیدار کرده است در اعلامیه وزارت خارجه به نقل از امیرخان متقی نگاشته شده که سیاست خارجی افغانستان متوازن و اقتصاد محور است و اتصال منطقه‌ای از طریق ترانزیت از اولویت سیاست خارجی افغانستان است. در همین رابطه بیشتر بحث میکنم با آقای رحمت الله حسن، آگاه رابطه بین الملل که از طریق خط اسکایپ سویدن با ما وصل هستند. حسن صاحب، شما را به بحث خوش آمدید. میگم چی چیز پای قزاق‌ها را به کابل کشیده؟ سلام به شما و مردم نجیب افغانستان. ببینین، قزاق‌ها در این اواخر دچار یک مشکلات جدی در حال با پیوستن با روساس. یک بخش شمال قزاقستان که هم سرحد با روسیه است، روس‌ها اونجا زیاد زندگی میکنن، مثل اوکراینی ها بعضی سیاستمدارای روس در ارتباط با قزاق‌ها یک کشوگیرهایی را در هفته های آخر پیدا کردند. بلان قزاقا می خواهند که ساحه تجارت خود، ساحه ارتباطات خود طرف آسیای میانه و افغانستان و پاکستان و هند انکشاف بدهند. یک علل عمده که قزاقا ارتباطات خود را قوی می سازند، خود را وصل می کنند و از طریق افغانستان به بنادر و از طریق آذربایجان و گرجستان هم در ترکیه و اروپا وصل می کنند. قزاقا در اواخر مواد نفتیشان قبلا همگیش از طریق روس‌ها بر جهان فروخته میشد و روس‌ها رابطهشان یک کم تیره شده. از خط روسیه هیچ مواد نفتی قزاقستان فعلا صادر نمیشه. مشکلات بسیار زیادی به خاطر که روس‌ها بلاک شده برای زیان ایجاد شده. بنابراین قزاقا ناگزیر است راه‌های دیگری را جستجو بکنند، در تلاش هستند. بله. و در اواخر قزاق‌ها یک اتحاد بسیار قوی را با ازبکستان امضا کردند. یعنی اتحاد ازبکستان قزاقستان مثل است که هر دویشان مثل که دارای یک دولت، یک سیستم، یک اردو، یک نظام بوده باشند. یعنی با یک دیگه انتگریشن رابطه های بسیار قوی در بین ازبکستان و قزاقستان ایجاد شده. در حال ایجاد شدن همین ارتباط برای قرغزستان هم است، تاجیکستان هم میخوان در بر بگیرد. یعنی آسیای میانه در یک محور بسیار قوی اقتصادی در حال انسجام است. درست. آیا فکر میکنین که فقط هدف قزاقی ها از آمدن به کابالی است که تلاش بکنن که روابط اقتصادی را با افغانستان ترتیب بکنن و یا هم نگرانی های امنیتی، چیزی که همه کشورهای آسیای میانه همواره او را یادآوری میکنن، یکی از نگرانی های قزاقستان هم باشه؟
قزاقستان سر مسائل نگرانی امنیتی افغانستان بسیار زیاد جدی فکر نمی کنه، بخاطر از اینکه بعد از به قدرت رسیدن طالب ها در اوایل افغانستان یک مقدار یک کمی نارامی داشت. فعلا طالب ها با مطلق سر حاکمیتی که در افغانستان پهن کردن اشراف دارن و هر نقطه ای که کسی سر میوار داره و سرکوبش میکنن، چه داعش باشه چه گروپ های دیگری را، بخاطر از اینکه در یک اجتماع بسیار بزرگ مثال براتون میتونم، فعلا در افغانستان در حدود 2 میلیون طالب العلم وجود داره، از مولوی شیخ الحدیث گرفته یک طالبی که در مدرسه درس میخواند، و این 2 میلیون در یک کشور 36 میلیونی یا 40 میلیونی یک تعداد بسیار وسیع است. حزب دموکراتیک خلق افغانستان وقتی که قدرت گرفت با تمام توان مبارزاتی که داشت از حدود 30 الی 40 هزار نفر علاقمند و داوطلب و اعضای اصلی نداشت. با او خاطر اما سیستم هم درست اداره کرده نتانستن، از هم پاشید. منان طالب ها امروز حاکمیتشان در افغانستان نسبت به هر رژیم دیگر بیشتر شده، بخاطر از اینکه علاقمندهای زیاد دارند. مردم اطراف افغانستان خصوصا شهر نه، مردم های اطراف افغانستان با این زندگی که طالب ها بر از آن آماده کردن به می عادت دارن، قبلا به می شکل زندگی میکردن. بنان برتری طالب ها نسبت به هر رژیم دیگر فعلا در افغانستان بیشتر، زیادتر و قابل قبول برای جامعه اطراف افغانستان است. بله، در همی سفر که صورت گرفته این هیئت با وزارت صنعت و تجارت هم دیدار داشته. در اعلامیه‌ای که از طرف وزارت تجارت پخش شده گفته شده که افغانستان علاقمند است که میزان تجارت را با قزاقستان در سال به 3 میلیارد دلار برساند. چه فکر میکنین که آیا واقعا این پتانسیل تجارتی بین افغانستان و قزاقستان وجود داره که در سال بتانند در حدود 3 میلیارد دلار تجارت کنند؟ ببینید، قزاقستان یکی از کشورهای بسیار غنی آسیای میانه است. قزاقستان تقریبا 3 میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد. یکی از تولید کننده های بسیار زیاد مواد خوراکه، خصوصا گندم. گندم قزاقستان برای افغانستان در جامعه افغانستان یعنی قابل شناخت شده. در چند سال آخر آرد قزاقستان را اکثریت نانبایی های افغانستان می خرد. یکی از خریدارای عمده آرد قزاقستان افغانستان است. اینان قزاقستان اگر از طریق افغانستان تجارت بکنند، علالی که تجارت افغانستان قزاقستان بالا میره در یک چیز دیگر نگفته است. متشبسین خصوصی در افغانستان نسبت به هر منطقه دیگر متشبسین بسیار فعال اکتیف است. گرچه ما بانک های فعال نداریم، بانک های ما را کرزه غنی بانکروت کرد، چور کرد، چپاول کرد و اعتبار بانکی را از بین برد. بعد مردم از طریق صرافی ها و حواله ها تجارت های خود را می کنند. افغانستان شما در مارکت افغانستان امروز داخل شوید، به خاطر اونمو متشبسین خصوصی فعال است. تماما مارکت های افغانستان در هر آلتش باشه پور است، مردم استفاده می‌کنند. گرچه بعضی وقتا گرانی وجود داره، ولی کنترول فعلا کنترولی را که طالب ها در دکان ها، مغازه ها، تیرفروشی ها ایجاد کردند در تاریخ افغانستان کم نظیر است. انسان باید را قبول کند واقعا یا بسیار عالی کنترل میکنند، خصوصا تانک های تیل که من امروز کنترل های شدیدم برای من بسیار جالب و چیه کنترلی اما قابل قبول برای جامعه میکنند. بله، به عنوان آخرین پرسش میخواییم بپرسم که حالا از تمایل کشورهای دور و نزدیک و کشورهای آسیای میانه به خاطر بلند بردن میزان تجارت که با افغانستان داره چگونه میشه که استفاده از این میشود؟ ببینید، یک در این منطقه یک اتحادیه بسیار قوی در حال ایجاد شدن است، اتحادیه ترک زبانهای دنیا، یعنی برعکس ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و قرغزستان، در ازبکستان، در اواخر هم تاجیکستان هم در این جذب کردن که تاجیکستان هم یک تعداد کافی ترک زبان ها دارن. قبلا دولت غنی هم در این
یک ورقه عرض داده بود که میخواست شمولیت در این ارتباط بکنه. این اتحادیه در انتخابات ترکیه رونه، بعد از اینکه یک انتخابات ترکیه را اردوغان این بار پیروز شوه، این اتحادیه بسیار فعال میشه که در بخش تجارت و سیاست منطقه یک اتحادیه بسیار فعال میشه. در موضوع افغانستان، ازبکستان از این اتحادیه نمایندگی میکنه. ازبکستان سر مسائل افغانستان بسیار فعال است. حتی شما ببینید وزیر خارجه دولتی که به رسمیت شناخته نمیشه، ازبکستان دعوت کرده، از او پذیرایی کرده، ملاقاتهایی را صورت گرفته. گرچه فشارهای منطقه و بین المللی سر ازبکستان زیاد بود، با هم دعوتش کردند. سپاسگزارم از حضورتان آقای حسن که در این بحث با ما شرکت داشتید.